خانه دوست، رواق منظر چشم من آشیانه توست. کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. یاران، مهرآمیزترین درودهای مرا بپذیرید. امروز شنبه 25 ماه جولای سال 2009 میلادی برابر با 3 مرداد ماه 1388 خورشیدی است. من هما سرشار هستم و سرافراز و خرسند که در این روز تعطیل از این ساعت تا ساعت 10 بامداد در 670 AM KIRN 670 AM رادیو ایران همراه با هانیبال کارگردان فنی برنامه با شما خواهیم بود. قبلا از صدای خستم از شما پوزش میخوام، چون دیشب دیر وقت حدود ساعت 1:30 بعد از نیمه شب به لس آنجلس رسیدم از نیویورک و صبح زودم در خدمت شما هستم برای اینی که دست اولترین خبرها و گزارش‌های این 3 روز اعتصاب رو که در نیویورک در مقابل سازمان ملل بود برای شما عزیزان در لابلای برنامه هامون تا اونجا که فرصت میشه پخش کنم. فقط قبل از این کار یک پوزش دیگه از شما بخوام، امکان و فرصت در واقع ادیت کردن یا ویراستاری درست برنامه ها نبود، 4-5 ساعت بیشتر وقت نداشتیم، الانم اتاق تولید بسته است، نتونستیم صبح اینجا کاری بکنیم. بنابراین اگر که در بعضی از این برنامه ها در پخشش سرصدا میشنوید و یا کیفیت درستی نداره و یا ادیتینگ درست نشده، به بزرگواری خودتون ببخشید و این رو یک برنامه سریع به حساب بیارید. زنده که همیشه برنامه ما زنده است و در واقع بزنیم تو دند خلاص بریم. باید هم دنبال من بدوین برای اینکه میخوام تا اونجایی که شده بخش هایی از این برنامه 3 روز رو برای شما پخش بکنم. بدون نظم و ترتیب، گفت هیچ آداب و ترتیبی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بگوی. امروز آداب و ترتیب رو میزنیم کنار و هر جور شده بیشترین خبرها و بیشترین رویدادهایی که اونجا در مقابل UN در 3 روز گذشته برای پشتیبانی از گروهی که احتساب قضا کرده بودند و انجام شد رو براتون پخش میکنیم. در نتیجه اول کار و اول همه بریم سراغ خانم گوگوش که اولین سخنران این گرده همایی بودند در روز نخست اعتصاب قضا و بخشای از صحبتشون رو همراه با تیکه هایی که در ضبط متاسفانه پخش نشد براتون پخش میکنیم. گوگوش در آغاز صحبت خودش در اونجا که برای پشتیبانی از اعتصابیون اومده بود گفت: دل من در گرو آبادی و آزادی و سربلندی ایران است و اعلام کرد که من به اینجا آمدم تا صدای دردآلود مادران داغ دیده و نگرانی باشم که جگرگوشه هاشون رو به خاطر راهپیمایی آروم و اعتراض مسالمت‌آمیز به نتیجه انتخابات اخیر به سلابه کشیدن و به فجیع ترین شکل کتک زدن، در بند کشیدن، بردن و ناپدیدشان کردند و کشتن. باز در بخش دیگر صحبتش گفت: من به اینجا آمدم تا صدای حقانیت روشنفکران، اهالی قلم، هنرمندان، اقلیت‌های جنسی، قومی، بومی، مذهبی و عقیدتی باشم که طی 3 دهه گذشته تنها به دلیل گونه دیگر اندیشیدن، گونه دیگر سخن گفتن یا داشتن اندیشه و باور متفاوت به زندان افتادند، شکنجه دیدند، به قتل رسیدند، به اعتراف‌های نمایشی و نخنما نشانده شدند و یا چون خود من طی 2 دهه زندگی در آن سرزمین وادار به سکوتشان کردند. به بخش از صحبت‌های گوگوش گوش بدیم. و جوانان نماد بالنده آن هستند اعلام کنم. من به اینجا آمدم تا در مقابل نهاد با اعتبار سازمان ملل متحد صدای شکایت مردم ایران را به گوش جهانیان برسانم. و در دنباله صحبتش گوگوش گفت: از دبیر کل سازمان ملل بخوام که هرچه سریعتر هیئتی را برای بررسی وضع زندانیان سیاسی و عقیدتی
و شکنجه شدگان به ایران بفرستن. گوش بدیم دنبال صحبت شد. سیاسی و عقیدتی و شکنجه شدگانی که سال هاست در زندان ها به فراموشی سپرده شدن به ایران اضافه. من به اینجا آمدم تا در زمانی که توجه مجامع بین المللی و کشورهای جهان به جنبش ملی مردم ایران و ستمی که بر آنان می رود جلب گردیده و چشم جهانیان به ما ایرانیان خارج از کشور دوخته شده تا خواسته و پیام آنان را به گوششان برسانی، صدای آزادی خواهی هموطنانم باشم و بگویم که خواسته من مثل بسیاری از ایرانیان آزاده داخل و خارج از کشور برقراری دموکراسی، آزادی، عدالت و برابری در ایران بر اساس بیانیه جهانی حقوق بشر است. من به اینجا آمدم تا نشان دهم که اهل سازش با این رژیم خودکامه و غیر دموکراتیک نیستم، سخنران و سیاست پیشه هم نیستم، ولی همواره پشتیبان خواسته های برحق مردم کشورم بودم و خواهم بود و در این راه از تنها توانایی که دارم، یعنی هنر خواندن، برای رسانیدن پیامم استفاده کرده و میکنم. بازم عذرخواهی میکنم برای بعضی از مشکلات فنی که داریم، گفتم با من امروز باید صبور باشید. گوگوش در بخش دیگه صحبتش گفت من آمدم بگویم که آری میدانم برای رسیدن به این هدفهای مقدس ملت ما راه درازی در پیش دارد، ولی چون با هر نوع اعمال خشونت، جنگ، خونریزی و کشتار و اشغال حضور بیگانه در کشورم مخالف هستم. حالا بقیهش از خود گوگوش بشنویم. اشغال و حضور بیگانه در کشورم مخالف هستم. از گامهای مثبت هر چند کوچکی که از گامهای مثبت هرچند کوچکی چون این فراخوان پشتیبانی میکنم، با این امید که با تداوم این حرکتها شاهد برقراری دموکراسی، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اندیشه، آزادی انتخاب، آزادی مذهب و آزادی زنان در آن سرزمین اهورایی باشم. زنده باد ایران، برقرار باد پرچم سرنگ شیر خورشید نشان که قرنهاست هویت هر ایرانی آزاده به شمار می رود. با هم پشت ما کوه، نمی لرزی، نمی افتی، نمی بازی. خب، سخنان گوگوش در روز نخست با استقبال فراوان مواجه شد. اون روز CNN و NPR، نیویورک تایمز و بسیاری از رسانه‌های شهری نیویورک هم اونجا بودند که با او، با خانم شهره آقداشلو، با دیگر صاحب نامانی که آمده بودند گفتگو کردند و برنامه‌های مختلف رو از کانال‌های خودشون پخش کردند. یکی دیگر از کسانی که در این جمع در برای حمایت آمده بود، خواننده خوبمون فرامرز اصلانی بود که آهنگی سروده بود به نام ندا. با هم گوش کنیم بیتی که از اون آهنگ رو. A thorn are we, a whiff of dust, I swear to God that we all trust. If you compare our call to lust, you will be dust, for we are just. از دل تاریکی، از دل تاریکی چه صدایی برخاست؟ در سکوتی بودیم که ندایی برخاست.
ناز یک جا که همه اهل جهان فهمیدند این گل هر پر باغ ز چه جایی برخاست، از دل تاریکی چه صدایی برخاست، در سکوتی بودیم که ندایی برخاست. نز یک جا که همه اهل جهان فهمیدند کین گل هر پر باغ ز چه جایی برخاست، آن که افتاد به خاک، آن که در گوشه میدان جان داد، عاشق مام وطن بود بدان جان خود بهر تو بود ایران. همه دنیا را مرگ تو افسون کرد، درد این ملت را باز هم افزون، همه دنیا را مرگ تو دلخون کرد، درد این ملت را باز هم افزون کرد، خون سرخی که تو را گلگون کرد، همه دلهای جهان را خون کرد، خون سرخی که تو را گلگون کرد. این هم کاری بود از فرامرز اصلانی که خودش آهنگ و ترانش رو سروده بود و با زیبایی هم اجرا کرد، یکی از خوانندگان مورد علاقه من. شیرین نشاط، هنرمند عکاس و مستندساز و فیلمساز که در نیویورک زندگی میکنه و شهرت بین المللی داره در کارهای هنریش، کلامی صحبت کرد با دیگران. به صحبت‌های شیرین نشاط هم گوش بدیم. I always wondered the past few years whether I will live to see the day that all of us will come together under one common cause, and it's a beautiful day that we can put all our differences aside and be together. Like you said, my art is my voice is my art. I'm not very good at speaking, and I haven't really prepared anything. But I want to tell you that you don't have to have a political agenda to be an activist. And I can think of three words today, and I think we share that. It's solidarity, unity, and responsibility. I feel as an artist, I bear the responsibility, and so do every one of you in whatever you do. And we have to take this responsibility very seriously and fight for the idea of freedom and democracy. That's all I have to say. Thank you. بله، شیرین نشاط به لزوم همبستگی، اتحاد و مسئولیت اشاره کرد و اینی که هیچ برنامه و یا هدف سیاسی انسان نباید داشته باشه برای اینکه یک کوشنده سیاسی باشه و یا یک کوشنده حقوق بشر. بازم براتون گزارش های مفصل دارم از این سه روز اقامتم در نیویورک. با ما باشید، چای اولتون رو بریزید، هیچ وقت فراموش نکنید. هر برنامه داریم شما باید چایتون رو بخورید. همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568. آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا بی ام دبلیو. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم. 2009 328i brand new 359 plus tax per month. بهره‌های بانکی از ممیز 0.9 یعنی کمتر از 1% شروع می‌شود. با قسمت فارسی زبان ما تماس بگیرید. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Valencia BMW 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. We'll beat any other advertised price from any other dealership. ValenciaBMW.com به دنبال موفقیت‌های روزافزون مراکز لیزر تراپی سولارس و درمابر در انسینو و اورنج کانتی، شعبه جدید درمابر در شهر گلندل افتتاح شد. با تجربه بیش از 30,000 لیزر تراپی با مناسب‌ترین قیمت‌ها، یعنی ماهی فقط $50، 7 روز هفته منتظر شما هستیم و $200 گیفت سرتیفیکیت به همه مراجعین اهدا می‌شود. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 این سه روز اعتصاب قضایی که توسط اکبر گنجی، زندانی سیاسی مشهور ایرانی که سالهای گذشته موقعی که در زندان بود، چیزی حدود 7 سال در زندان جمهوری اسلامی، و اعتصاب قضای 70 روزهی که کرد و توجه جهانیان رو به خود جلب کرد و اکنون چند سالیست، 2-3 سالیست که در آمریکا به سر میبره، در شرق آمریکا. به دعوت او گروهی بهش پیوستند و بیانیه‌ای صادر شد برای اینکه دعوت عام بکنند از هر کس با هر فکر و عقیده و اعتقاد و باور و اندیشه‌ای که داره، که اگر که برنامه اونها رو و خواسته اونها رو میپسندن بهشون ملحق بشند. و خواسته اونها این بود که در این نشست، که یک نشست حقوق بشری بود، خواستار آزادی زندانیان سیاسی باشند، هرچه سریعتر و صدای خودشون رو به سازمان ملل برسونند. در همین جا من عنوان کنم که به حضور من، البته در بخشش به عنوان روزنامه نگار و خبرنگار در این سه روز اعتصاب قضا مشخصشون دارم برای شما گزارشش رو میدم، ولی در کنار اون آزادی زندانیان سیاسی و همونطور که خود من این تصور رو دارم، موقعی که میگن زندانی سیاسی، من به نظرم فقط زندان اوین نمیاد، بلکه به نظرم زندانی به بزرگی ایران و 70 میلیون زندانی سیاسی در داخل ایران هست که آزادی اونها یعنی آزاد شدن ایران و دموکراسی در ایران. این برداشت من از زندانیان سیاسی عقیدتی است. بسیاری از اقلیت‌ها هم در داخل ایران در جمهوری اسلامی کنونی زندانی هستند، زنان زندانی هستند، جوانان زندانی هستند. در نتیجه زندانی بزرگی به نام ایران با کوشش جمهوری اسلامی و زندانیانی که ملت ایران هستند در گوشه ای از این جهان پهناور وجود داره که برای آزادی اون باید هم بسته شده، در کنار هم بود با هر فکر و اندیشه‌ای که داریم. سخنران دیگری که بخشی از صحبت‌هاش رو پخش می‌کنیم، خانم مهرانگیز کاره که خودش هم زندانی سیاسی بوده، هم خانواده زندانی سیاسی، و وکیلی که سالها در ایران بعد از انقلاب جمهوری اسلامی کار کرده، حدود 20 سال، و کوشنده سیاسی و حقوق بشر هم هست و او هم همکنون در آمریکا به سر می‌بره. به گوشه‌ای از صحبت مهرانگیز کاره شدیم.
خیلی متاسفیم که در شرایط خاصی اینجا دور هم جمع شدیم، در شرایطی که خیلی از خانواده ها در ایران در حال حاضر عزادار هستند، خیلی از خانواده ها زندانی دارن و از زندانیانشون بیخبر هستند و خیلی ها مجروح و مضروب دارن و در هر حال ما در اینجا جز این که صدای خودمون رو به این بهانه ها به جهان و مخصوصاً به نهادهای حقوق بشر و سازمان ملل متحد برسونیم برای بذل توجه به گستردگی نقض حقوق بشر در ایران، تقریباً کار دیگری نمیتونیم بکنیم. از این بابت متاسفیم که کار دیگری برای هموطنانمون درون ایران نمیتونیم انجام بدیم از راه دور، ولی ناگزیر از همین درجه حضور هم خب البته نباید غفلت بکنیم. از اینجا سلام میکنم به ایران، سلام میکنم به خانواده های زندانیان سیاسی، عقیده، وجدان که در زندانهای ایران از حقوق متهم بی بهره هستند و توجه میدم که حتی در چارچوب قوانین ایران که همواره ما نسبت به این قوانین نظر انتقادی داشته و داریم و در بسیاری موارد در تعارض قرار میگیره با ضوابط جهانی حقوق بشر و این قوانین خود نوشته آقایان هست در این نظام سیاسی و 30 ساله که این قوانین در مجالس شورای اسلامی ایران از تصویب می‌گذرد، در همین قوانین هم تا حدودی برای حفظ حقوق متهم راه حل‌هایی وجود داره و عجبا که نهادهای قضایی و اجرایی در ایران حتی قوانین خود نوشته خودشون رو هم مراعات نمی کنن. اگر مراعات می کردن مطابق آیین نامه سازمان زندانها هیچ کس رو حق نداشتن در شرایط دشوار در زندانها تحت فشار قرار بدن تا اقرار بکنه و اعتراف بکنه به اون چه که خواسته بازجویان و کسانی است که در مرحله تحقیقات حضور دارند. در حال حاضر زندان‌های ایران پذیرای اعتراض کنندگانی شده که به نتیجه انتخابات اعتراض مدنی و صلح‌آمیز داشتند و در شرایطی قرار گرفتن که مورد خشونت قرار گرفتن و خیلی از اونها رو بعد از ضرب و شتم آزاد کردن و خیلی از اونها رو اصلا خانواده هاشون خبر ندارن که اینها کجا هستن. تمام این موارد مجموعه ایست از نقض گسترده حقوق بشر در شرایط کنونی ایران و من تصور میکنم جمعی که امروز در کنار سازمان ملل متحد حضور پیدا کردن، مهمترین خواسته ای که دارند از سازمان ملل متحد و از همه نهادهای حقوق بشری جهان این است که به داد مظلومانی برسند که در حال حاضر از کمترین قوه دفاعی در زندانهای ایران بی بهره هستند. در شرایط حاضر ما ایران رو از راه دور البته دلشکسته میبینیم، خشمگین میبینیم، ولی سرسبز هم میبینیم. واقعی که در ایران اتفاق افتاده هم نگران کننده است و همه ما رو متاثر کرده که از راه دور تماشاگر صحنه خونینی شدیم که انتظارش رو نداشتیم و همین که امیدهایی به قلب مخصوصا خارج از کشوری ها نشسته. من از بسیاری از نسل دومی های مهاجر در ایران شنیدم که دلشون میخواد تشکر کنن از همه ایرانیانی که در این نهضت مشارکت داشتن. اونها عموماً میگویند که ما در این چند هفته هویت تازه‌ای پیدا کردیم،
ما در این چند هفته احساس غرور میکنیم از اینکه ایرانی هستیم و با گردن افراشته هرگاه که بحث ایران پیش میاد ما برخلاف گذشته که بعضی وقتا خودمون رو مخفی میکردیم حاضر میشیم به پا میخیزیم و میگوییم که ما ایرانی هستیم. خانم مهرنگیز کار در بخشی از صحبتشون جمله زیبایی رو گفتند و گفتند این جنبش که جنبش سبز ما به این اکتفا نمی کنیم و امید و آرزوی رو داریم که روزی این رنگ سبز تبدیل بشه به یک رنگین کمان در ایران آزاد و اون موقع است که همه افراد و آحاد شهروندان ایران در داخل کشوری زندگی میکنند که با عقاید مختلف و رنگ و رخسارهای مختلف در کنار هم میتونن یک رنگین کمان زیبا به نام ایران آزاد رو به وجود بیارن. بریم سراغ سخنران دیگری، آقای دکتر احمد کریمی حکاک، استاد دانشگاه، و ببینیم او چگونه به این رویداد و به این گردهمایی و به این از چه منظری نگاه میکنه. منظرش زیباست. که من به عنوان یک دانشگاهی خاطرم میاد که 30 چند سالی پیش در همین مکان ایستاده بودیم و برای آزادی روشنفکرانی از نسل دیگری از ایرانیان کوشش میکردیم. دکتر رضا براهنی که الان در صف ما هستند در اونجا هم بودند و سمت رهبری داشتند در این قضیه و بسیاری از بزرگان ادب آمریکا، انجمن قلم آمریکا اظهار همراهی میکردند و در کنار ما بودند و صدای ما رو بازتاب میدادند، ولی هرگز این همه توجه از عامه آمریکاییان نمی گرفتیم. امروز وقتی که من نگاه میکنم به تفاوت‌هایی که نهضت انقلابی 30 سال پیش داره با نهضتی که امروز داره شکل میگیره، واقعا احساس افتخاری میکنم که منشأش شاید این است که من اندکی با کلمات کار میکنم و در این کلمات میبینم اون جایی که دیو در برابر فرشته قرار میگیره، جایی است که مردمان تک تک با آوای منفرد خودشون سخن میگن و اون جایی که نترسیم نترسیم ما همه با هم هستیم. از سوی ترس رو که عاطفه‌ای بسیار شدید و قوی و قدرتمند بیان میکنه و ازش هیچ ابایی نداره و از سوی دیگر این ترس رو پس میزنه با این کلام که ما همه با هم هستیم و این با همی بی تردید جرأت میاره و شهامت میاره و جرأت و شهامتی که نشون دادن حرکت دهندگان این نهضت فعلی حقیقتا زبان زده. یا وقتی که شعر شاملو من درد مشترکم برا فریاد کن شعار مردم میشه، این چیزی است که اشتراک همه ایرانیان رو با هم میرسونه صرف نظر از تفاوت‌های قومی و زبانی و مذهبی. و من وقتی که به این تفاوت‌ها فکر میکنم به راستی یک تصویر که خیلی آسان در ذهنم می‌نشیند تصویر ایرانیان بهایی است و من اصلا نمی‌فهمم که با کدام منطق انسانی می‌شود تبعیض رو بر اساس مذهبی قائل شد. می‌دونم که دولت ایران بگه این مذهب نیست، ولی خودشون هم می‌دونن که این سخن یاوه است، خود اونها هم به خوبی می‌دونن که این سخن یاوه است و در نتیجه اصلا به نظر من واقعا ما امروز روز دولتی داریم که فقط با بازی الفاظ داره قدرت رو هدایت میکنه، هیچ محتوایی برای این نظام باقی نمونده. اما حقیقت دیگر این است که از سوی دیگر مردم ایران در شعارهای خودشون حرکتی آرام گام به گام و سنجیده رو دارن برای ما ترسیم میکنن. این حرکت حرکت امروز و فردایی نیست، حرکت امسال و سالهای دیگر و شاید دهه های آتی است. همینطور در این 30 سال همچنانی که دولت جمهوری اسلامی مرتب به قهقرا میرفت، این مردم به پیش میرفتند. جامعه در حال تکوین بود در حالی که دولت مرتب اونها رو میخواست پس برونه و به اعماق تاریخ بکشونه. این دولت الان خودش در بنبست گیر کرده و بنبست این دولت زمانی کامل خواهد شد که این نهضت رسیده بشه، این نهضت به جایی برسه که دیگه با حرکات و سکنات خودش بی‌معنا بکنه تمامی یک حکومت مذهبی رو. و من تردیدی ندارم که امروز فرا خواهد رسید. و اجازه بدید نکته‌ای رو هم اضافه بکنم، از همه دوستانی که دستی داشتن در برگزاری این مجلس و این گردهمایی، به خصوص اکبر گنجی که خودش در وجود خودش واقعا منطق بسیاری از مبارزات و بسیاری از تحول‌های ذهنی ما رو همراه می‌بره، برای ما ترتیب دادن و خوشحالم که در خدمت شما هستم و امیدوارم ما همه با یک صدا از حرکت مردم ایران حمایت بکنیم. سپاس. خب، یکی دیگر از سخنرانان این گردهمایی و این
نشست در مقابل سازمان ملل نویسنده صاحب نام خانم شهرنوش فارسی بود. به بخش از سخنان او هم گوش بدیم. و در این حال به شما بگم من در انتظار یک جامعه‌ای هستم که همه آحاد جامعه ما بتوانند درش جا بگیرن. من مذهبی هستم ولی مذهب ندارم، اما حاضرم جانم رو بدم که فدایان اسلام، حزب الله و تمام جریان‌های افراطی راست بتوانند حرفشون رو بزنن. منتها اینها باید بدانن حق ندارن به جای من بیاندیشن. این نکته است که این انقلاب سبز باید جا بندازه. در نتیجه اگر حزب الله و فدایان اسلام حق حیات دارن، سلطنت طلب ها، کمونیست ها، سوسیالیست ها، ملی‌گراها ها، تمام سازمان ها و نهادهای چپ و راست و ملی و مرکز باید اجازه حرف زدن داشته باشن. اگر در یک جامعه یک نفر نتونه حرفشو بزنه، همون یک نفر میتونه قال و مقال را بندازه و میتونه وضعی به وجود بیاره که جامعه رو فلج کنه. به این نکته ایست که من میخواستم بگم. و در این حال عرض کنم که بعضی شعارهایی که داده میشه منو اذیت میکنه. ما که از حالت بردگی و بندگی آمدیم بیرون، باید در کلماتی هم که به کار میبریم احتیاط رو رعایت بکنیم. 30 سال در ایران داد میزنن مرگ بر امریکا. خب مرگ بر امریکا یعنی چی؟ شما کلمات معنی داره، مرگ یعنی مرگ. اگر من میگم مرگ بر امریکا، واقعا باید قصد کشتن امریکا رو کرده باشن. چجوری میخوام این کار رو بکنم؟ آیا جز این است که من یک برده هستم، یک بنده هستم و از صیغه مبالغه استفاده میکنم برای که یه جزی حرفی رو بزنم؟ بنابراین این شعار بدیه. اخیراً در جنبش سبز ما هم بچه ها داد زدن مرگ بر روسیه. این واکنشی بود در قبال اون مرگ بر امریکایی که دائما گفته شده. ولی من پیشنهاد میکنم شعارهایی مثل مرگ بر روسیه، مرگ بر چین یا هر مرگ بری تبدیل بشه به یه چیزی که معنی داشته باشه. مثلا میشه گفت روسیه حیا کن، یه چیزی در این مایه ها. مرگ معنی داره، میدونید؟ دیگه گفته نشه. ما اول انقلاب دیدیم در کنار مرگ بر مرگ بر یه ادم هجاب میشدن ادام باید گردد، فلانی ادام باید گردد، بهمانی ادام باید گردد. و یادتون نره معمولا انسانهای متجاوز جذب نهادهایی میشن که قدرت تجاوز میده. ما هی را رفتیم گفتیم ادام باید گردد، اینا هی یه مشت گذاشتن سینه دیوار تیر رو بستن بهش. ما کشتیم همه رو، یادتون نره آقای خلخالی نکشته، ما کشتیم. چون اگه ما تیرش نمی کردیم نمیتونست بکشت. از این به بعدم باید مراقب باشیم در هر شعاری که میدیم. کلمات معنی دارن. ما یک جامعه برده و بنده نیستیم که مثل زنی که عزتش میکنن بزنیم تو سینم بگیم الهی جز جگر بزنیم. نه، من هر کلمه معنی داره. آقای روسی مؤدب باش، آقای آمریکا در کار من دخالت نکن، ولی مرگ بر معنی نداره. من عرض دیگری ندارم و همه تون رو به دست حضرت حق میسپارم. جوانی به نام فرید شفیع نوری که ساکن تگزاس بود در اونجا حضور داشت، یک هنرمند که ستار می نواخت و می خوند به زیبایی. او یک نوع تازه و یا نوع دلخواه خودشو از ترانه یار دبستانی من اجرا کرد. با هم یه بخششو گوش بدیم. اومده بود برای اینکه اونجا شرکت کنه از تگزاس. Yeah.
مجله بین المللی جوانان با تیراژی بی‌سابقه در مطبوعات ایرانی برون مرزی. مجله بین المللی جوانان هر هفته با ده ها صفحه رنگی، مطالب خواندنی، اخبار و گزارش های ویژه از سراسر جهان منتشر می شود. برای چاپ آگهی های رنگی در مجله بین المللی جوانان و استفاده از قیمت ویژه تابستان با تلفن 1-800-JOWANAN تماس بگیرید. The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی U.S. citizenship required. Equal opportunity employer. 360 Realty نامی آشنا و مطمئن برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری، شورت سیل و لون مودفیکیشن در اختیار شما می باشد. 818-224-89-84 360 Realty با در دست داشتن املاک شورت سیل، فورکلوژر و نان پرفورمینگ نوتس بهترین و پایین ترین قیمت ممکنه را برای اینوستورها و اشخاصی که به دنبال خانه دلخواه خود می باشند ارائه می دهد. 818-224-89-84 ما برای جلوگیری از فورکلوز شدن خانه شما به کمک شما می آییم. برای تمامی امور مربوط به ریل استیت، خرید، فروش، سرمایه گذاری با من ماندانا اکبری تماس حاصل فرمایید. برای اطلاعات بیشتر با ماندانا اکبری و فرهاد اخوی با تلفن 818-224-89-84 تماس بگیرید. 360 Realty, the number one foreclosure and short sale specialist. امروز بهترین زمان برای خرید اتومبیل مورد علاقه تان با قیمت‌های مناسب است. تعداد زیادی اتومبیل در نمایشگاه‌ها موجود هستند که شما می‌توانید مدل دلپسند خود را با بهره‌های پایین و اقساط ماهیانه کم خریداری کنید. بسیاری از دیلرشیپ‌ها علاوه بر تسهیلات ویژه، مایل به معاوضه اتومبیل یا تریدین نیز هستند. برای استفاده از این فرصت طلایی با ولنسیا BMW، داونتاون LA مرسدس بنز، تویوتا اف تاوزن اوکس، کالبر موتورز در آنهایم، انسینو لند روور و سایر نمایندگی‌های اتومبیل موبیل در محل خود تماس بگیرید. In order to purchase or lease your favorite car at blowout prices, visit your local car dealerships today. Valencia BMW, Encino Land Rover, Downtown LA Mercedes-Benz, Toyota of Thousand Oaks, and Caliber Motors of Anaheim.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز. شعر امروز ایران با ماندانا زندیان. بهبهانی، بانوی غزل امروز ایران، 28 تیر سال 1306 خورشیدی در تهران زاده شد. مادرش معلم زبان فرانسه، سردبیر روزنامه آینده ایران و از زنان پیشرو و از شاعران موفق زمان خود بود که عضویت در انجمن زنان وطنخواه و کانون بانوان و نیز حزب دموکرات را در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. پدرش شاعر، نویسنده و مدیر روزنامه اقدام بود و به زبانهای فارسی و عربی تسلط کامل داشت. سیمین بهبهانی دانش آموخته رشته حقوق در دانشگاه تهران است. وی سالهای طولانی زندگیش را به تدریس ادبیات فارسی در دبیرستانهای تهران سپرد. از سیمین بهبهانی 15 دفتر شعر در دست است. نخستین مانیفست غزل نو فارسی در سال 1352 به قلم سیمین بهبهانی در پیش گفتار پنجمین دفتر شعر وی رستاخیز تشریح می شود و نخستین غزل با وزن تازه با عنوان از بوته خوشبوی گلپر در همین دفتر منتشر می گردد. سال 1382 نشر نگاه در تهران مجموعه‌ای کامل از اشعار سیمین را به ادبیات ایران تقدیم می‌دارد. مجموعه اشعار سروده شده بعد از آن تاریخ سال 1387 توسط شرکت کتاب لس آنجلس در دفتری با عنوان تازه‌ترین‌ها منتشر می‌شود. از سیمین بهبهانی آثاری نیز در زمینه ادبیات داستانی و نقد ادبی در دست است. وی همچنین دورانی از فعالیت‌های فرهنگی خود را در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی به سرودن ترانه برای برنامه‌های رادیو ایران سپرد. سازمان نظارت بر حقوق بشر سال 1378 جایزه هلمن هامت را به سیمین بهبهانی هدیه کرد. هشتاد سالگی و عشق تصدیق کن یه عجیب است، هوای پیر دگر بار گرم تعارف سیب است، لب سرخ و زلف طلایی زیبا ولی نه خدایی، بر چهره رنگم اگر هست آرایش است و فریب است، در سینم دل شیدا پرپر زنان ز تمنا، هفتاد ضربه او را گویی دوبار ضریب است، عشق است و دغدغه شرم تن از دمای هوس گرم، می سوزم از تب و این تب فارغ ز لطف طبیب است، شادا کنار من آن یار آن مهربان وفادار، گویی میان بهشتم تا این کنار نصیب است، با بوسه بسته دهانم گفتن سخن نتوانم، آتش بکنده به جانم این بوسه نیست لهیب است، ای تشنه مانده عاشق یار است و بخت موافق، با این شراب گوارا دیگر چه جای شکیب است، آدم بیا به تماشا بس کن ز چال. Thank you.
شعر سیمین بهبهانی شعری زنانه، بخشنده و بخشایشگر و آمیخته با زندگی مردم است. زن در شعر عاشقانه او قدرت و اختیار دارد، برمی‌گزیند، عشق می‌ورزد و با جرأت از دنیای شخصیش سخن می‌گوید. صدای توانای تن زن را در عاشقانه های او می‌توان شنید که مرد را از هیئت ناظر در می آورد و به او حیاتی نو می بخشد. توجه او به مسائل اجتماعی نیز از همان ابتدا در غزلش راه یافت، تا آنجا که سال هاست غزل سیمین بهبهانی صدای عدالت خواهی ایران شده است. تحول ویژگی کار سیمین است. تحول در اندیشه و جهانبینی، دست در دست تحول در قالب. سیمین قالب و محتوای غزل را توأمان متحول می کند. وی از مجموعه شعر رستاخیز تا امروز بیش از 40 وزن تازه یا کم سابقه را آزموده و بسیاری واژگان و مضامین غیر شاعرانه را به غزلش راه داده است که با پشتوانه آشنایی عمیقش با ادبیات کلاسیک از یک سو و زندگی مردم از سوی دیگر، با زبانی محکم، روان و دلنشین به شعر امروز ایران پیوستند. دکتر فرزانه میلانی میگوید بهبهانی غزل را از مدار شعر کهن به گستره شعر امروز رهنمون می شود و آن را جزء مهمی از پیکره اصلی و اصیل ادبیات معاصر فارسی می کند. می خواهم بگویم هرچند شعر بهبهانی از نظر شکل هندسی پیر و شعر کلاسیک است، ولی تمام ضوابط شعر امروز را به کار می گیرد، یعنی از نظر صنایع لفظی و معنوی معاصر است. جای برخیزم اگر پرسایم بید بنم، بر خاک بنشینم اگر فرش ظریفم چمنم. یک مغز و صد بیم اساس فکر است در چار قدم، یک قلب و صد شور هوس شعر است در پیرهنم. بر ریشم تیش مزن، حیف است افتادن من، در خشکساران شما سبزم بلوطم کهنم. ای جملگی دشمن من، جز حق چه گفتم به سخن؟ پاداش دشنام شما آهی به نفرین نزنم. انگار من زادمتان، کژتاب و بدخوی و رمان. دست از شما گر بکشم، مهر از شما بر نکنم. انگار من زادمتان، ماری که نیشم بزند. من جز مدارا چه کنم با پاره جان و تنم؟ 70 سال این گل جا ماندم که از کف نرود. 1.70 متر گورم به خاک وطنم. سیمین بهبهانی میگوید کولی به حرمت بودن باید ترانه بخوانی، شاید پیام حضوری تا گوش ها برسانی. دود تنوره دیوان سوزانده چشم و گلو را، برکش ز وحشت این شب فریاد اگر بتوانی. هر دیو شیشه عمرش در بطن ماهی سرخی، ماهی شناور آبی کش راه و رخنه ندانی. دیوان تشنه یغما زان دختران پریسا، بردند از رخ و از لب برد و عقیق یمانی. کولی به شوق رهایی پایی به کوب و به ضربش، بفرست پیک و پیامی تا پاسخی به ستانی. بر هستی تو دلیلی باید ضمیر جهان را، نعلی به سای به سنگی تا آتشی به جهانی.
اعصار تیره دیرین در خود فشرده تنت را، بیرون گرا که چون نقشی در سنگ واره نمانی. کولی برای نمردن باید هلاک خموشی، یعنی به حرمت بودن باید ترانه بخوانی. دیدار دوست با هادی خرسندی. آقای هادی خرسندی در لندن، عصر شما بخیر. سلام خانم تشکر، عصرتون بخیر. امروز من از آغاز برنامه شما گوش کردم، شنیدم چون در جریان بودم که شما از نیویورک آمده اید و خبرهای داغ دارید و با دقت گوش کردم. نکات خیلی دلانگیزی برای من بود توی این گوش کردن و یک حرف شما بود. ادامه بدید خواهش میکنم تا ساعت دومم گوش بدید، بازم حرفای خوب هست. حالا بفهمیدم من چی گفتم که خوب. عرضم به خدمتون که اونجا که شما گفتید که ما 70 میلیون زندانی داریم، این رو بسیار دل من کسید بپیشه. این که خانم سرسا، این دوستان از ما که حساب قضا کردن در اونجا و من دلم با هاشونه، همه همراه این حرف شما نیستن. دقت بکنید که حتی آقای اکبر گنجی همراه شما یا همراه خانم گوگوش که میگوید که من بله میتابم این رژیم از حدیدا نیست. و اینجا خوبیش اینه که تو این دموکراسی بتونیم همه حرفامونو بزنیم. شما هم بگید ما 70 میلیون. خانم گوگوش بگه من دوست ندارم حتی این رژیم مذهبی رو، یا آقای کریمی حکاک بگن که واقعا رژیم مذهبی باید بره. این رو در کنار اونهایی که دعوای داخلی رژیم رو میارن به جلو تا سازمان ملل در کنار هم داشته باشیم، ولی فراموش نکنیم که ما راهامون با هم فرق داره. بله این همه جا نکنیم. نه همه جا گفته شده. بله این خانم مهرنگیز کار که را قشنگ گفته، من قبلا یک دو بیتی گفته بودم. آخه به من ایراد گرفته شد اندکی که تو چرا رنگ سبز نمی پوشی توی وایس آف آمریکا تو این برنامه تلویزیونی که داری. من گفتم همه رنگ ها دلانگیز است، همه رنگ ها دلانگیز است، چون بیاید زمان آزادی. خوش بود پای خود دراز کنیم زیر رنگین کمان ها. بح. امروز که شدیدم خانم مهرنگیز کارم حرف رنگی کمان آزادی رو زدن، این رو هم من بگم. یه مقداری خانم سرشار وقت تنگ است و اوقات ها تنگتر و لازم این است که حالا تنز و اندکی کنار بذاریم، به اون ملاحت و ظرافت نمیشه که خود سریعتر باید حرف زد. من تو سایتم نوشتم که بر اساس صحبت هایی نوشتم که این توضیح لازم میدم که ما هم ارزش فرمایشات آقای حسین علی منتظری را در این شرایط میفهمیم. آقای به من گفتن در این شرایط این حرفا رو نزن. نوشتم اینجا خانسرش، اما این تجربه را هم داریم که بعضی در این شرایط ها میماسد و بعد از عوض شدن شرایط هم رفت شدنی نیست. خانسرش را نوشتم، البته بعضی موارد شخصی خصوصی هست که کاری نداریم که این شرایط و آن شرایط ندارد. مثلا در مورد خانم زهرا رهنورد هم طلاق می‌دهد. شهامت و پایداری امروزشان برای ما مطرح است و اصلا گمان نمی کنیم روسری دل و پهنای ایشان قرار است در آن شرایط هم الگوی حجاب زنان ایران شود و به ما بگویند مگر کور بودید ندیدید یا چرا آن روز خفقان گرفت. خانم سرشار بگذارید ملاحظاتمون رو داشته باشیم اما حرفامون رو هم بزنیم، فردا بدهکار نباشیم. اینجا نوشتم آقای خرسندی اجازه بدین میتونید که با ما باشین، برای اینکه این هانیبال داره بالبال میزنه به رو آگهی. حالا بذارین هانیبال خوبه، بریم و برگردیم با ما باشین. آگهی که خوب باشه خودش هم خوبه. آره بدین و برگردیم. من آگهی رو نگه دارم. بله بخوام بقیه صحبتتون رو بعد تجدید قوا بکنیم.
دیشب خونه مهناز برنج خیلی خوبی بود. تلفن کنم ببینم کدوم مارکتو دارن. 818 چه عطر و طعمی داشت. ببخشید برنج باسمتی رویال دارین؟ تموم شده؟ ممنونم. یه مارکت دیگه، چه برنج قد کشیده‌ای بود. کمتر میشه مثل برنج باسمتی رویال پیدا کرد. الو، برنج باسمتی رویال دارین؟ واو، همه برنج رویال میخوان. خانم، تموم کردیم، سفارش دادیم، امروز میرسه. یه مارکت دیگه، مهناز میگفت چون برنجش مال هندوستانه خیلی ری میکنه. آقا، برنج باسمتی رویال دارین؟ فقط 3 تا کیسه برنج باسمتی رویال داریم. ممکنه 2 کیسه برنج باسمتی رویال برای من نگه دارین؟ حتما، نگران نباشین، اوردرم دادیم، تو راه میرسه. خدا رو شکر، مهمونی فردا شب با برنج باسمتی رویال پلوی ما نمره 1، همه خوششون میاد. بودو هم تا نفروخته بگیرم. Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Call 800-366-8069 for a free consultation. خیلی ممنون. برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن رایگان 1-800-366-8069 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی. آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا بی ام دبلیو. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم. 2009 328i brand new 359 plus tax per month. بهره‌های بانکی از ممیز 0.9 یعنی کمتر از 1% شروع می‌شود. با قسمت فارسی زبان ما تماس بگیرید. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Valencia of BMW 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. We'll beat any other advertised price from any other dealership. ValenciaBMW.com روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568. رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit, in continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 19 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA. You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. خب یاران، با پوزش‌خواهی از آقای خرسندی که مجبور شدیم میون کلامشون شکر بدیم، آگهی بدیم به جای شکر، بفرمایید ما گوشمون بشنویم. میگن که اینجا نوشتم که من سرم رو میکنم توی چاه
و میگویم تو روایت هست که این تحصیزم از بزن به چاه میگفتن. درست. و میگم ای چاه، من شعار یک یا حسین تا میر حسین را نمیفهمم، مگر یخچال فریزه را پله میبریم بالا. خانم سرشار، وقتی شعار میدن یک یاسه یا میر، یا میگن ما اهل کوفه نیستیم، این شعارها باز مذهبیست، باز اسلامیست. چرا تشنگ آقای کریمی حکاک اشاره کردن به وضعیت هموطنانه بهایی ما بتر این شرایط، باز یادمون باشه، هی نگید تو این شرایطی، نگید تو این شرایطی، نگید. یک خانمی صحبت کردن از نیویورک که من که گفتن مرگ بر چینو شهرنوش پارسیپور که من اسمشون رو نتونستم بشنوم، خانم سرشار، فرنوش شهرنوش عزیز من، دوست عزیز من، که انقدر که چه کرد که من کلمات معنی دارن، کلمات معنی دارن، آخر حرفش رو تموم کرد با اینکه همه تون رو به دست حضرت حق میسپرم. حضرت چیه؟ چرا ما رو با دست حضرت ملت رو به دست خودش بسپریم؟ بعد من اینجا نوشتم دوستان هموطنان عزیز، امروز جوانان ایران، زنان ایران و ملت ایران فارغ از انگیزه های حزب اللهی و شاه اللهی و چپ اللهی و سبز اللهی مشت بر ضد حکومت بلند کرده، مشت هایی که گاه خونالود بر زمین میفته. ما هم به هوش باشیم خانم سرشار، اگر کسی دستبند سبز نداره یا پلیور سبز نیست، یقشو نگیریم سبز الله بازی در نیاریم. ما دلمون با این نهضته، ما همراه میرحسین موسوی، همراه همسرش، همراه ملت ایران. ولی خب متاسفم که یک آدمی که جانی بوده، رئیس جمهور بوده، تو مملکت آقای رفسنجانی، آقای ایسر، الان با قهرمان ملی بشه. نه، ملت به هوش باشید، اینا قهرمانای شما نیستن، اینا دعوا با آقای خامنه‌ای دارن و میگن تو پاشو ما بشینیم بقیه ملت رو بکشیم. خیلی عذر میخوام از این صراحت لحجه. نه خواهش، نه عقاید خودم سب شد در تاریخ عقایدتون. نه، امیدوارم که واقعا به هوش باشیم و واقعا این که در این شرایط این حرف نزنیم، اینجوری هم دیگر خفه نکنیم. در زمان انقلاب قبلی که ما انقلاب کرد بودیم، ما جوان بودیم، همون سچه هر کی میخواست حرف بزن میگفتیم ساواکیه، خفهش میکردیم. حالا این کار اجازه ندیم کسی با کسی بکنه. حزب اللهی هم حق داشته باشه حرفش رو بزنه، شاه اللهیه، سلطنت طلبه، چپه، راسته، میر حسینیه و همه و همه حرکت کنیم به سوی آزادی، به سوی رنگین کمان آزادی. مشعل اولمپ دست ما زنده با دویدن با چشمای اشکالود به سمت آزادی. این شعر مالی کی بود؟ شاعرشو نمیدونم ولی قشنگ بود. ممنونم. روز روزگار بر شما. بر شما هم همچنین. چاکرم. برگردیم به دنبال گزارش های نیویورک. در بخشی از برنامه خانم شهره آقداشلو، هنرمند عزیز و دوست نازنین من، سخنرانی کردن. اون موقع که ایشون سخنرانی میکردن بسیاری از رسانه های آمریکایی هم اونجا حضور داشتن و ترجیحاً برخی از سخنرانان به زبان انگلیسی صحبت کردن. یکی از اونها خانم آقداشلو بود. به سخنرانش گوش بدید. Sons of Adam are each other's limb. Having been created of one essence, when the calamity of time afflicts one limb, the others cannot remain at rest. This is a poem by the renowned 15th century poet, Persian poet, Sa'di. This is the poet, or the poem, that President Obama mentioned in his message celebrating the Iranian New Year. And as a matter of fact, this is the poem that's emblazoned the portal of the entrance of the United Nations. The reason we are here today is to remind or humbly bring it to the attention of the members of the United Nations that, in fact, the calamity of time has afflicted a limb,
and the others cannot remain at rest. We are here to humbly bring it to the attention of the members of the United Nations that Iranians, after 30 years of peaceful resistance, after 30 years of tolerance, after 30 years of being subjected to humiliation and depression and repression, at last being subjugated to a fraud election, they decided that they are going to take their destiny into their own hands and therefore participated in peaceful demonstrations. But rather than being heard, they were either shot to death in front of the cameras or beaten to death, or those who managed to stay alive were captured, imprisoned without trial, and have been interrogated and tortured constantly, as a matter of fact, as we are speaking. We are here to remind the honorable members of the United Nations that the same interrogator who interrogated Zahra Kazemi, if you recall, this was the fate of Zahra Kazemi, the Iranian-Canadian reporter who went to Iran for a visit, when taking a picture of the notorious Evin prison, was captured, later on sent to the same prison, and died under interrogation. Interrogated by the same interrogator and torturer who is now interrogating and torturing our youngsters, our youth. We are here to tell them that words are not enough for us anymore, that we need action, and we need it now. We need it now before more mothers and more fathers are mourning the children's death. We are here to remind them that we need action, and we need it now before we found more tortured bodies around Iran. We're here to tell them that we need action, and we need it now. We need it now before more Sohrabs and Arashes and Neda's eyes roll over in front of the cell phone cameras and die in their blood. We're here to tell the honorable members of the United Nations that we need action now before Iran turns red. بخش عمده ای از برنامه های این سه روز اعتصاب قضا به دست جوانان، دانشجویان و واقعا دستگل های دختر و پسری بود که کارهای داوطلبانه می کردند و در تنظیم و تهیه برنامه کمک می کردند و خودشون هم اعتصاب قضا کرده بودند. تعدادشون چشمگیر بود، تعداد جوان ها. یکی از این جوان ها که باشم آشنا شدم از نزدیک، مهدی سحرخیز، پسر عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگاری که الان در زندانه. او در بخشی از برنامه گزارشی از وضع پدرش داد. با هم گوش کنیم. من بعدش انگلیسی رو. امروز ساعت 4 بعد از ظهر از وسط ایران پدرم از زندان زنگ زد و گفته که تو تلفن کوتاهی که در هنگام دستگیری چند تا از دنده هایشون رو شکوندن و الان در زندان انفرادی هستن. کدوم زندان رو نمیدونیم، ولی زیر نظر پزشک. همچنین پدرم خواسته که منتظر آزادی اون نباشیم، چون برای مدتی طولانی در زندان خواهد بود. بعد خواهش کردن که اگر بین شما وکیل یا هست یا کسی وکیلی رو میشناسه که وطن برسه، از شما میخوان که از شرکت نوکیا شکایت بکنین، چون اونها با سوبانی خیلی از این دستگیری ها بودن. به وسیله نوکیا تمام تلفن های همراه ردیابی شدن و تونستن خیلی از خبرنگارا رو این شکلی بگیرن. خبر دوم اینه که من از یکی از این گروه هایی که ایمیل میگیرم، هلوش 2000 نفر جوین هستن، خیلی هاشون همزمان با مردمی که اینجا هستن دارن روزه میگیرن تو ایران. البته اونجا جایی نمیتونن جمع شن خودشون رو نشون بدن، ولی به همدیگه خبر میدن که اونا هم دارن روزه میگیرن. که
اینم پیغام من برای امروز است. بعد من همه خبرها رو انگلیسی هم میگم. امروز روز دومی است که گرد هم آمده ایم، اما 40 روز است که از دزدیده شدن رأیمون میگذرد. امروز 38 روز از بازداشت یکی از دوستانم به نام محمد رضا جلایی پور در فرودگاه میگذرد. پرواز تهران لندن همچنین بدون تأخیر در حال رفت و برگشت است، اما آزادی او همچنان به تأخیر افتاده است. امروز تنها 7 روز دیگر تا 40 ندا باقی است، ولی همچنان صدایش را می شنویم. امروز 9 روز است که سهراب را به خاک سپرده ایم، ولی با چه مصیبتی پیکرش را از دروغگویان گرفتند که برای 26 روز می گفتند که او در اوین است، در حالی که او را کشته بودند. اما ستمگران باید بدانند که سهراب همیشه برای ما جاویدان است. امروز ما همچنان نمی دانیم نام آن جوان 12 ساله‌ای که شهید شده چیست. او برای مزدوران خس و خاشی دیگر نبود، اما برای تک تک ما ایرانیان برادر یا پسری است که بدون هیچ گناهی کشته شد. امروز نام تک تک کسانی که برای این تومار پشت سر من به رنگ قرمز نوشته شده است تا ابد در خاطره های من باقی خواهد موند. امروز سرپوشیان جان خود را در اولویت دوم پس از نام در کنار نام های توماری که بر پشت سر من است قرار دادهن تا ما همه بتوانیم روزی با آزادی در کشور با دولتی راستگو زندگی کنیم. امیدواریم که روزی همه با هم در کشور آزاد پرور خود ایران پیروزی خود را جشن بگیریم. نمیدانم چند روز است از دستگیری پدرم میگذرد، اما روز به روز صدای آزادی خواه او را از میان مردم بیشتر میشنوم. امروز من به تنهایی معنی ندارد. امروز تو خطاب به دیکتاتوران است. امروز ما همه با هم هستیم و به دنیا به ما می نگرد. خب با مصاحبه‌ای که من با آقای سیامک شجاعی انجام دادم رو دلم خواهد الان پخش بکنم با هاتون. مردی جوان منظم و مؤدب و مرتبی که در طول این 3 روز پرچمی در دست در گوشه دیگر خیابان ایستاده بود و به دلیل اینکه اجازه اینکه در اون محل اعتصاب غذا پرچم بیارن نبود، او پرچم شیر خوشه دستش بود و در سمت دیگر خیابان ایستاده بود. ببینیم چی میگه. آقای سیامک شجاعی، شما در این مجموعه اعتصاب غذا که در محوطه چمن روبروی سازمان ملل هست تنها این طرف خیابون بایستادیم با یک چتر به خاطر اینکه خیلی طوفان شدیدی هست، ولی با یک پرچم شیر و خورشید و دیروز هم اینجا بودید، امروز هم اینجا هستیم. چرا به اون وسط و داخل جمعیت نرفتید؟ عرضم به خدمتتون، من مایل بودم که در این اعتصاب غذا چون مقیم نیویورک هستم به هر حال شرکت داشته باشم. وظیفه منه برای اینکه از اسرای سیاسی ایران حمایت بکنم و خیلی دوست داشتم که در میان هممیهنانم اون قسمت یک گوشه نشسته بودم، ولی چون مقررات کسانی که پروانه انجام این تظاهرات رو گرفتن ایجاب نمی‌کرد که من پرچم ملی ایران رو با خودم همراه ببرم، به احترام اونها تصمیم گرفتم که جدای از محوطه اونها ولی در کنار اونها به اعتصاب غذا ادامه بدم. شما هم اعتصاب غذا؟ بله، البته اعتصاب غذای خوش که میدونید که اینقدر محبت کردن از اون طرف نوشیدنی‌های مختلف ماشاءالله به این دختر پسرای جوان ما عرض کردن. چقدر ما. خب شما چرا مایل نبودید که پرچمتون رو بذارید پایین و بعد برید به جمعیت؟ پرچم به اعتقاد من حالا با هر سابقه تاریخی که داره در حال حاضر از دید من نمادی است که ما ضد جمهوری اسلامی تمامیتش هستیم. من خیلی نگرانم. ما 30 سال پیش سرمون یک کلاه بزرگی گذاشته شد. من خیلی نگرانم که در این جریانات و تظاهرات سوء استفاده هایی بشه، خدای نکرده طرفداران یک جناح جمهوری اسلامی بخوان که استفاده بکنن در مقابل بسواری از مرتبه جناح دیگه و ما مثلا یه ولی فقیر رو عوض بکنیم با یه رئیس جمهور، ولی که اوضاع به همون شوی بخواد باقی بمونه. به همین دلیله که این پرچم در حقیقت میگه که باید کل رژیم جمهوری اسلامی از بین بره و نه اینکه یه گروهش یا یک جناحش. اینه که من اینو از دستم نمیتونم زمین بذارم و در این حال به خاطر احترامی که به اون سو داشتم به خاطر که نمیخوان پرچم بره مجبور شدم که این بر بیستم و
هم اونها خیلی محبت کردن، هم پلیس نیویورک بدون اینکه من پروانه ای چیزی داشته باشم خودشون یک حساری رقم گذاشتن که با مراقبم هستن که از نظر امنیتی هم مسئله پیش نیاد. خیلی خیلی موفق باشید. خواهش میکنم. خیلی متشکر از صحبت با شما. مگزین او را یکی از پرفروشترین و محبوبترین گیتاریست های دنیا لقب داده. آرمیک، گیتاریست نوو فلامینکو با شهرت جهانی، موزیک سحرآمیز گیتار خود را به میلیون ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000. من سیروس زلفنون همین یک شنبه از ساعت 3-4 بعد از ظهر شما را به برنامه پلنت آنلاین برای صرفه‌جویی در مخارج تلفن و اینترنت در سراسر امریکا دعوت می کنم. همین یک شنبه از ساعت 3-4 بعد از ظهر با پلنت آنلاین. اطلاعیه: به دنبال موفقیت‌های روزافزون مراکز لیزر تراپی سولارس و درمابر در انسینو و اورنج کانتی، شعبه جدید درمابر در شهر گلندل افتتاح شد. من دکتر آلن بوسکانیان با کمال خوشبختی آغاز همکاری خود را با دکتر شاپرک کمری در مراکز لیزر تراپی درمابر در گلندل به آگاهی می‌رسانم. منتظر دیدار شما هستم. پویسوف زگهان دیپنگ مر گلندلی کنترونو. مراکز لیزر تراپی درمابر در گلندل تحت نظر دکتر آلن بوسکانیان 7 روز هفته پذیرای شماست. به مناسبت افتتاح شعبه جدید درمابر در گلندل، این ماه مبلغ $200 گیفت سرتیفیکیت به همه مراجعین درمابر اهدا می شود. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درمابر. الو، برنامه خواب‌ها و آرزوها؟ بله بفرمایید. قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه‌ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟ ساکا خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید. انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و LR3 های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ‌ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870 Only for limited time, 0% finance charge. دنباله گزارش 3 روز اعتصاب غذا در مقابل سازمان ملل در نیویورک رو دارم براتون میگم. دوستان عزیز، چای بعدیتون هم حتما ریختید و نشستید. میخوام برای شما الان در این بخش گفتگویی رو که با دکتر حمید دباشی داشتم در روز دوم، پس از اینکه دیدم دکتر دباشی با جوانان و
دانشجویانی که اونجا بودن و تعدادشون خیلی زیاد بود، بچه های جوان، یک نشستی داشت دور هم دور و گرد آمده بودن به عنوان استاد دانشگاه و باهاش صحبت میکردن. به نظر میومد که بحث داغی داشتند. سراغ دکتر دباشی رفتم و از او پرسیدم که بحث سر چی بود. گوش بدیم ببینیم که چی بود قضیه. دکتر دباشی، شما جزو اعتصاب کنندگان و پشتیبانان این برنامه سه روزه جلوی سازمان ملل هستین و طی این سه روز در خدمتون بودیم. دیروز جمعی با شما، بچه های دانشجو با شما داشتن صحبت میکردن، دور شما رو گرفته بودن و بحث گرد میداداشتیم. میتونید برای ما گوشه ای از این صحبت رو بگیم؟ والا در از این دو سه روزی که اینجا بودم، من با خیلی دانشجو صحبت کردم، با خیلی حرف زدم، به مسائل مختلفی هم راجبش صحبت کردیم، ولی فکر میکنم که مهمترین بخشی که برای به خصوص این بچه های بین 25 تا 29 سال جالبه، این استنباطی که من در از حرکت سبز در ایران دارم و اون عبارت از یک حرکت مسالمت‌آمیز بری از خشونت، قسمت عمدهش طبیعیه که حواشی مختلفی داره، یکی ممکنه حتی به براندازی داره فکر میکنه، یکی که معتقده که نه اصلا جمهوری اسلامی هم خیلی خوبه، ولی قسمت عمدهش من فکر میکنم که شروعش همینطور که میدونین بعد از در واقع اعتراض به نتایج انتخابات بوده، در یک جمعیت 72 میلیونی نزدیک 48 میلیونش میتونن رأی بدن، 40 میلیون رأی دادن مخالف و موافق، همه این حرفو میزنن و صرف حضور در این انتخابات و رأی دادن، حالا برای هر کسی که رأی دادن، آقای موسوی، آقای کروبی، آقای احمدی نژاد، فرقی نمیکنه، نشون دهنده یه نوع رشد سیاسی مدنیه، یه رشد فکری مدنیه. یعنی ما، این نسل من، به خودم میگم، ما حالا چه هر طرف این انقلاب بودیم، این قانون اساسی رو که به این نسل دادیم، این قانون اساسی، حالا باش موافق بودیم، مخالف بودیم، این ور بودیم، و این قانون اساسی، این قانون اساسی درش بعضی از موادش، با اینکه ممکنه آدم اصلا از بیخوبون باش مخالف باشه، اصلا از اساسش مخالف باشه، ولی معهازا جنبه های جمهوریتی درش هست، مثل فرض بفرمایید ماده 27 همین قانون اساسی که برای ما آزادی اجتماعات میده، مسالمت آمیز، مادام که مخالف اسلام نباشد، حتی نمیگه مخالف جمهوری اسلامی نباشد، میگه مخالف اسلام نباشد. خب این بچه هم ریختن توی خیابون، از وزارت کشور هم تقاضا کردن برای اجازه تظاهرات، وزارت کشور به اینا نداده. یعنی در واقع وزارت کشور آقای احمدی نژاد که متخلف از قانون اساسیه، نه این بچه‌ای که تو خیابون ریختن. علاوه بر اون، نه تنها اجازه بهشون ندادن، اینا رو گرفتن راست راست کشتن، ده ها تن. الان ما حتی نمیدونیم چند نفر کشتن، مادرای دختر، مادر ندا آقا سلطان، مادر سهراب عرابی، ایده زیادشون هم گرفتن و دستگیر کردن، مثلا معلوم نیست کجاست. طبق حرفایی رو که در خود پارلمان ایران میزنن، اینا رو بعضیشون شکنجه دادن. الان امروز بحثی سر اینه که بعضی اینا رو که شکنجه دادن، مجبور کردن اعتراف کنن که نوکر خارجی هن و به امریکا و انگلیس و اسرائیل و این حرفا مربوط هن. تو تلویزیون هم میخوام بیارن اینا رو باعث تحقیر و چیزشون بشن. در نتیجه کاری رو که دولت آقای احمدی نژاد و بخشی از جناح حاکم داره میکنه، همه جناح حاکم نیست، آقای مثلا فرض کنین آیت الله صانعی حرف مخالف میزنه، آقای آیت الله معتزلی حرف مخالفی میزنه، آقای موسوی، آقای کروبی، فلان، اینا هنوز طبق اون فرمولای قبلی، یعنی بحران دیپلماتیک درست کن، این سفارتخونه رو بگیر، خبرنگارای خارجی رو بیرون کن، خبرنگارای داخلی رو دستگیر کن، اینا نوکر خارجی، این حرفا، در حالی که من فکر میکنم نسل جوان ایران که مثل هومن شما و کاوه من، اینا بعد از انقلاب به دنیا اومدن، یا حتی اگه زمان انقلاب هستن، خاطری از انقلاب جمهوری اسلامی ندارن. یعنی 70% زیر سن 30 ساله، 50% زیر 25 ساله، و نه تنها اصلا اطلاعی راجع به اون بحران‌های سیاسی و اختلاف‌های ایدئولوژیک و غیر ذلک ندارن، برای ماهایی که مثل من و شما حتی هنوز خاطرش رو داریم، هیچ پشیز ارزش قائل نیستن. این نهضت جدیده. من معتقدم این نهضت، یه نهضت برای آزادی‌های مدنی ماست. این آزادی‌های مدنی هم پری روز این انقلاب، هم پس فردای این جمهوریه. توجه کردین چی میگم؟ یعنی همچنان ما
فردا شما فرض بفرمایید طرفدارای آقای رضا پهلوی رفتن یک حکومت شاهنشاهی در ایران درست کردن، طرفدارای خانم رجبی رفتن یک حکومت مجاهد درست کردن، همچنان شمای خبرنگار و نویسنده، من معلم، ما همچنان به همین همینجوری که داریم با هم حرف میزنیم احتیاج به آزادی مدنی داریم، آزادی مطبوعات، آزادی تفکر، آزادی اندیشه، آزادی اجتماعات، اینا همچنان به قوت خودش باقی میمونه. یعنی من معتقدم این بچه‌ها به پدر مادرشون که ما باشیم یه درس تازه‌ای دارن میدن که بابا پریروز این جنگ‌های ایدئولوژیکی و پس فردای این جمهوری‌های اسلامی دموکراتیک خلق فلان صحبت‌ها، عنصر واحدش، عنصری که مشترک میمونه، آزادی‌های مدنیه. بذار آرا این حرف من به معنی نیست اختلاف طبقاتی در ایران نیست، یا فرض کنین ما به آزادی‌های اصناف یا عرض بفرمایید اتحادیه کارگری احتیاج نداریم، ولی برای اینکه اتحادیه کارگری شکل بگیره با اتحادیه اصناف شکل بگیره ما اول از همه باید آزادی مدنی داشته باشیم. در نتیجه بیشتر میبینم بچه ها دنبال من میان و ازم سوال میکنن، نه این حرفه که استنباط من از جنبش خود اوناست و به دل اینا میشینه و از من حرف میکنه. عنوان یک کوشنده سیاسی که سالهای جوانیتون در تمام این سالهایی هم که خارج از کشور بودین به مبارزات سیاسی یا اندیشه یا تحقیق و نوشتن گذروندی، در مقام مقایسه بچه های جوان امروز ایران رو با نسل جوان خودتون، دوران جوانی خودتون و خودمون همه ما چگونه میبینید؟ خیلی از ما پخته ترن، خیلی از ما دلیرترن. من برای اولین مقاله که برای نیویورک تایمز براشون نوشتم، برای نیویورک تایمز دادم خواست نوشتم، اینو گفتم که من نسل من فکر میکرد که برای مبارزه با بی‌عدالتی و ظلم باید تفنگ دست بگیره، ولی الان نگاه میکنم که اینا ریختن تو خیابون با شعر و آهنگ و موسیقی دارن میجنگن با ظلم، و از این شجاعت اینا من شرمم میگیره، گریم میگیره از شجاعت اینا. بسیار از ما شجاعترن، اینا با آوازهای شاهین نجفی، محسن نامجو دارن میجنگن، اینا با سرود دارن میجنگن، اینا با رنگ با نقاشی، با رنگ، با موسیقی، با عشق. مثلا نامه های خانم فاطمه شمس همسر محمد رضا جلایی پور شما بخونی، اینا من به شما میگم با زیباترین شعرهای فروغ ما یکیه. برای اینکه نسل من شما عادت نداره که در ملأ عام ابراز عشق کنه، شما باید این نامه ها رو بخونی. این من فکر کنم این اولین نسل عاشقه. پس در واقع ما باید دنبال اونا بریم 100%. منتها این به معنی یه موضع انفعالی برای ما نیست، ما هم یه لنزی از این دوربینی، ما هم باید حرف خودمون رو بزنیم با متانت، با حوصله، که خدای نکرده تو بچه‌ای نمیفهمی حالا برو بشین آخوندها فلان میکنن، انگلیس ها بهمان میکنن، از این طرحهای توطئه‌ای که کله آدم دود میکشه. با صبر، با متانت، با حوصله، من معتقدم ما همچنان حرفی داریم بزنیم، متها با ادب، با احترام، با همون جوری که اونا دارن ما یاد میدن، با مسالمت. رواداری رو چطور جان؟ رواداری رو اونا بهتر از ما بلدن، بسیار بهتر از ما بلدن، به خصوص برای این رفقای دوستای عزیز خود من در لس آنجلس که من نصف شو رفقام هم دوستم دارم، این تحجر فکری که ما مثل که ما رو گذاشتن توی حبابی خانم سرشار، 30 سال پیش همونطوری موندیم، باید اومد بیرون، باید با بقیه دنیا، نه فقط با بقیه امریکا، ما خوشبختانه در یکی از بهترین کشورهای دنیا داریم زندگی میکنیم، مسائل خودش هم داره. الان اسکیپ گیت همکار منه در هاروارد، داره میره تو خونش اسکیپ گیت، بابا که تو ایران میشناسنش، تو آفریقا میشناسنش، تو آمریکای لاتین میشناسن، همسایه‌هاش نمیدونن این کیه. اینطوری نیست که اینجا هم حالا بهشت برینه، اینجا هم مسائل خودشو داره، مطمئن ما باید تجربه اینا باید بیاموزیم و بیایم تو بطن این جامعه، همونطوری که الان اینجا هستیم با همه داریم صحبت میکنیم، و از این تفکر میدونین سنگ شده، از این زندگی توی حباب، اومدن بیرون و نفس کشیدن و حرف زدن و از این بچه همون یاد گرفتن، من فکر میکنم بهترین و اساسی ترین و اعتماد، میدونین خانم سرشار، اعتماد به خرد جمعی که شکل میگیره در محیط عمومی، بری شدن از شک. خانم سرشار شما به کی بسنین؟ حمید دباشی تو چی هستی؟ گوش میدین؟ اینه قبل از من حرف بزنم انگ به شما زدن، انگ بابا بکن، ما انسانیم، چشم هم میدونیم نگاه کنیم، حرفمون بزنیم، اگر حرفم با خرد میخونه میپذیری، نمیخونه تأمل میکنی، به شب میریم خوبه قبل از خواب باز فکر میکنیم،
ممکنه یه تأثیر کاتالیزور روی افکار ما بذاره، هم حرف شما به من، هم حرف مثلا از این فرهنگ منبری، از این حرف متکلم وحده بودن، از این فرهنگی که مثل که حتی اونایی که خودشون به اصطلاح خودشون سکولار میدونن هنوز تفکر وحیه، یعنی وحی به ما منزل شده، حالا یه چپش چه راستش، و عدم اعتماد به دیالوگ، عدم اعتماد به محیط آزادی‌های مدنی، عدم اعتماد به شکل‌گیری تدریجی خرد جمعی، خرد جمعی که من حرف من هیچ تفوقی بر حرف شما نداره، مال شما بر من نداره، و وسط بین من و من شما یه شخص سومی هم میاد، شخص چهارم، پنجم، دهم همه میان، و در به قول دورکایم این جامعه شناس فرانسوی از برایند حرفای من و شما یه حرف دیگه به وجود میاد که این قابل تنزیل به حرف شما و من نیست، یه حقانیت خودشو داره، اعتماد به اونه که الان ما داریم با از بچه هم یاد میگیریم. خیلی از یک نماد از این بچه های جوان گروه هایپرنووا هستند که در نیویورک زندگی می کنند، از ایران آمدند، زیرزمینی موزیک راکن رول زیرزمینی رو شروع کردند، بند هایپرنووا اونجا بودند، یه بخشی از موسیقیشون رو می شنویم به اسم فریدم. We will erase your name, we will show you restraint. صدای زیبایی که میشنوید مال رامینه از گروه هایپرنووا. یه گفتگو کوتاه باش داشتم، گوش بدیم. ترک 25. رامین خان شما با گروه
گروه خودتون صبح هایپرنووا بله. اومدی به این گرد همایی و به این اتصاب قضا، شنیدم که حتی یه شب خاص یا یه برنامه خاص با یه گروه امریکایی درست کرده بودید برای اعتراض به اون چی که در ایران وجود داره. راستش رو خواهین چند تا گروه ایرانی بودن، همش ایرانی آمریکایی بودن کل گروه ها، و با هم دیگه شب یه برنامه گذاشتیم تو نیویورک که یه موزیکی برای بذاریم و یه ذره بتونیم اورننس بیشتری بیاریم مثلا به قضیه که الان تو ایران وجود داره. و واقعا ما اینجا خیلی از ناتوانی و بی قدرتی میکنیم و اصلا اینکه تنها طریقی که میتونیم برادران خواهرامون رو کمک کنیم طریق موزیک و از هنر از هر راهی بشه، ما واقعا دوست داریم که همه رو کمک بکنیم و حداقل ترین کاری که ما میتونیم بکنیم. ببینم که با بچه در ایران هم در تماس هستید و میفهمن یا میشنون اون کاری که داره اینجا میشه؟ بله بله، نه خیلی خیلی شنیدم و خیلی هم تشکر کردن که داریم اونا رو سپورت میکنیم و میگم ما حداقل ترین کاری که میتونیم بکنیم و ادامه به همین کار خواهیم کرد. و الان هم در پروتست UN هستیم اینجا تو نیویورک، اینجا هم دوباره 25 برای اون پروتست گنده بازم حضور خواهیم داشت و اجرا خواهیم کرد. و یه از همه خواهش میکنیم که دیگه در این موقع حساس واقعا همه چیز شخصی واقعا بذاریم کنار، هر کی فلسفه یا ایدئولوژی هر چیز خاص خودش رو واقعا و همه بریم پشت مردم واقعا اتحاد بکنیم و برای اونا واقعا وایسیم. ان شاء الله که موفق باشید. خیلی ممنون از وقتی که دادید. جون بهرالعلوم، شام که چیزی نخوردید حتما دستپخت من رو دوست نداشتید، حداقل یه لقمه نون و پنیر و سبزی میل کنید. دستپخت تو که نقص نداره دخترم، اما من گرفتار کلسترولم. از وقتی کلسترولم رفته بالا خیلی غذاها رو کنار گذاشتم. دلم به نون و پنیر و سبزی خوش بود که گفتن پنیرم کلسترول داره، حالا دیگه اونم کنار گذاشتم. اما عمو جان این پنیر فتای صدفه. چه فرقی میکنه عزیزم، پنیر پنیره دیگه. اختیار دارین عمو جان، پنیر فتای صدف تنها پنیریه که نه هورمون داره نه کلسترول. بیا یه خورده میل کنید. خیلی خوشمزده است. مطمئنی کلسترول نداره؟ مطمئن مطمئن. عجب. شرکت صدف، اولین عرضه کننده پنیر فتای بدون هورمون و بدون کلسترول در آمریکا، محصولی از کشور یونان را در مساحت 220 گرمی، 450 گرمی و 1 کیلویی به بازار عرضه می کند. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. نیکی هاشمی، اترنی اطلاع، همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح با شما در مورد ورشکستگی، کریدیت کارت، IRS تکس دپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنیم. 818-377-74-77. آیا ناخن‌های پای شما دردناک، زخیم و زشت شده‌اند؟ آیا استفاده از داروهای ضد قارچ نتیجه بخش نبوده و شما نگران عوارض جانبی این داروها هستید؟ امروز درمان این عفونت با استفاده از پیشرفته‌ترین متد درمان لیزری امکان پذیر است. سلام، من دکتر بابک کوثری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می‌توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببرید. دکتر بابک کوثری یکی از دو متخصص بیماری‌های پا در سراسر کالیفرنیا است که دارای جواز استفاده از لیزر برای درمان تونل فانگس است. مطب‌ها در بورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریدا. برای آگاهی بیشتر با دکتر بابک کوثری با تلفن 888 دکتر کوثری و یا 888-375-6727 888-375-6727 تماس بگیرید. امروز بهترین زمان برای خرید اتومبیل مورد علاقه تان با قیمت‌های مناسب است. تعداد زیادی اتومبیل در نمایشگاه‌ها موجود هستند که شما می‌توانید مدل دلپسند خود را با بهره‌های پایین و اقساط ماهیانه کم خریداری کنید. بسیاری از دیلرشیپ‌ها علاوه بر تسهیلات ویژه، مایل به معاوضه اتومبیل یا تریدین نیز هستند. برای استفاده از این فرصت طلایی با ولنسیا BMW، داونتاون LA مرسدس بنز، تویوتا اف تاوزن اوکس، کالور موتورز در آنهایم، انسینو لند روور و سایر نمایندگی‌های اتومبیل موبیل در محل خود تماس بگیرید. In order to purchase or lease your favorite car at blowout prices, visit your local car dealerships today. Valencia BMW, Encino Land Rover, Downtown LA Mercedes-Benz, Toyota of Thousand Oaks, and Caliber Motors of Anaheim. خب
ساعت به سرعت داره میگذره. الان موقع این هست که با شما دوستان بخشایی از سخنان اکبر گنجی، کسی که اصلا این حرکت و این جنبش رو آغاز کرد و نامش برای بسیاری از ما در طول سالهای گذشته به عنوان زندانی سیاسی و کسی که یک اعتصاب قضای 70 روزه رو آغاز کرد، بگذارم صحبتاش رو گوش بدین، پایگاهش ببینید کجاست. البته سعی کردم باهاش یک مصاحبه بکنم و چون خودش هم روزنامه نگاره به او گفتم، سر باز زد از مصاحبه کردن، بهش گفتم که به عنوان یه روزنامه نگار این رو اعلام میکنم که تقاضای روزنامه نگاران ایرانی رو برای مصاحبه در طول این 3 روز قبول نکردی و فقط به روزنامه ها و رسانه های خارجی پرداختی، با اونها مصاحبه کردی. کمی خندید، فکر کرد که نمی کنم این کار، ولی گفتم نه، باید اعلام بکنم که بالاخره نقد حرکت همدیگه درسته که انجام داده بشه. و ولی در هر حال اوس در پایان بامداد روز سوم پشت میکروفون قرار گرفت و دیدگاه خودش رو در این زمینه مطرح کرد که برای شما یاران حتما جالبه بشنوید که از کجا میاد و چی میگه. اکبر گنجی. خواستم یکی دو نکته رو اینا هم که میگم موازه خودمه، موازه جمع نیست، هر کسی هم طبعا اینجا صحبت میکنه موازه خودشون میگه. به خاطر من احساس میکنم یه سری سوء تفاهم شده، اگه این نکات گفتشه بد نیست. ببینید گویی الان همه ایرانی ها، کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، خوشبختانه بعد از یک قرن مبارزه روی 2-3 چیز فکر میکنم اجماع وجود داشته باشه که یکیش دموکراسیه، یکیش آزادیه، یکیش هم حقوق بشره. فکر میکنم که همه ما برای این مبارزه میکنیم که از رژیم های خودکامه بتونیم گذار بکنیم به رژیم دموکراتیک. اما ما تجربه دو نوع رژیم خودکامه رو داشتیم و رژیم خودکامه اساسش بر تبعیض و حق ویژه است. هر نوع رژیم دیکتاتوری برای یک گروه حق ویژه قائل میشه. الان اگه شما به رژیم جمهوری اسلامی نگاه کنید، این رژیم رژیمیه که برای صنف روحانیت حق ویژه قائله و میگه حکومت حق ویژه یک صنف، یعنی روحانیت، که تو خود این روحانیان هم کسی که فقیه باشه در رأس این حکومت قرار میگیره به نام ولی فقیه و اساسش اینه که تمامی ارکان رژیم مشروعیت و مقبولیت و همه چیز خودشونو از ولی فقیه میگیرن. اساس این رژیم بر حق ویژه است، حکومت فقط و فقط حق ویژه اینا هستش و هر گونه تحولی هم در این رژیم صورت بگیره باز یک روحانی دیگه میاد که اون صرف بازم حق ویژه حکومت کردن داره. ما در برابرمون خب قبول نداریم، یعنی فکر میکنم اونایی که طرفدار دموکراسی هستن چنین چیزی رو نمیپذیرن، چون کسانی که دموکراسی رو میخوان میگن حکومت حق مردمه، این مردم و جمهور مردم هستن که با رأی خودشون به رژیم سیاسی مشروعیت میدن. اما ما یه نوع حق ویژه دیگه هم داریم که حق ویژه رو به یک خاندان میده. گفته میشه که یک خاندان حق ویژه حکومت کردن داره. خب این سوال ما هم در مورد اون صنف داریم، هم در مورد این خاندان داریم. چرا؟ چه چیزی به یک خانواده و خاندان حق ویژه حکومت کردن داره؟ دموکراسی نظامیه که میگه همه با هم برابرن، بنیادش برابریه، هیچ کسی با هیچ کس دیگه فرق نمیکنه. اگر شما گفتید یک صنف، یک گروه، یک فرد حق ویژه داره، که این دموکراسی رو نابود میکنه. ما اگر مبارزه میکنیم و مردم ایران میگن ما برای دموکراسی میجنگیم، مبارزه میکنیم، این برای اینه که واقعا یک رژیم دموکراسی که بیاد که حکومت
وکیل مردم میشه، نماینده مردم، خادم مردم، برای اون چیزی که مردم میخوان. ولی شما موقعی که میگید یک خاندان، قبلا روشن کردید، ببینید مسئله اینه، ما الان میگیم بابا مسابقه دموکراسی یک مسابقه ایه که نتیجه اون بازی امروز روشن نیست. شما یک قواعد رعایت میکنید، توی چارچوب همه با هم مبارزه میکنن، بعد توی این مسابقه خب طبیعیه یک نفر برنده میشه، ولی ما از حالا نمیدونیم برنده کیه. همونطور که روحانیت میگه این رژیم حق ویژه حکومت کردن با یک سنفه و طبعا مشخص حق کیه، در رژیمی هم که یک خاندان حق ویژه داره تا ابد مشخصه که حکومت حق این خاندانه. خب این چه چیزشه با دموکراسی سازگاره؟ شما ببینید یک انتخابات در ایران برگزار شد و این رژیم رأی مردم رو دزدید. رأی مردم رو دزدید، اصلا این رأی نخوندن، برای اینکه کاملا روشن بودش ساعت 7-8 که انتخابات تو بسیاری از حوزه‌ها هنوز ادامه داشت، اینا نوشتن آقای احمدی نژاد 24 میلیون رأی آورده. من خودم با چشمان خودم دیدم که خبرگزاری فارس نوشت رأی خاتمی شکست. یعنی اینا اصلا این عقب تعیین کرده بودن و 24 میلیون نوشتن، هنوز شمارش آرای صورت نگرفته بود. بعد مردم اومدن به صورت مسالمتی و این تو خیابونا حتی شعار هم ندادن و گفتن رأی ما رو دزدیدید، و بعد این رژیم به روی مردم اسلحه کشید، اینا رو کشت، دستگیر کرد، بازداشت کرد، زندانی کرد. خب ما برای چی جمع شدیم اینجا؟ برای همین اعتراض به سرکوب های این رژیم سرکوبگر، این رژیمی که دزده و دروغ میگه. اما این همین رو داریم حالا که مردم در اروپا، در آمریکا، در کانادا میان به خیابونا میگن ما میخوایم از مردم ایران پشتیبانی کنیم، کاهان آزادی این زندانی‌ها هستیم. یک گروه به جای اینکه بیان بگن آقا ما با شما همراهی هستیم تو این وضعیت، همه جا فقط و فقط دنبال این هستن که اینا رو بدزدن. اینم دزدیه. همه جا میخوان بگن این مال ما. دموکراسی یعنی رژیم پلورالیستی، رژیم کثرت‌گرا. در یک نظام دموکراسی همه آزادن تجمع خودشونو داشته باشن، برنامه خودشونو داشته باشن. اگر بنده 30 سال در آمریکا و هنوز یاد نگرفتم اینو، تا چجوری میخوام وعده دموکراسی بدم؟ ما هیچ تجمعی رو نه تنها به هم نمیزنیم، ما نه تنها هیچ تجمعی رو به هم نمیزنیم، از هر نوع تجمعی هم دفاع میکنیم. هر گروهی، هر فکری، هر تفکری آزاده که تبلیغ بکنه خودشو، نظرات خودشو منتشر بکنه، تجمع خودشو داشته باشه، ما از اینا دفاع میکنیم. اما یکی دو تا گروه هستن که هر کسی یه جای تجمعی میذاره میخوان اونو به هم بزن یا بگن ما برگزار کردیم. این مطلقا با دموکراسی سازگار نیست. ما از روز اول دوستانی که این بیانیه رو امضا کردن و از همه دعوت کردن توی این تجمع شرکت کنن، هر روز اول گفتن ما هیچ پرچمی رو بالا نمیبریم و شما میبینید اینجا هیچ پرچمی وجود نداره. این برنامه حقوق بشری است. این برنامه‌ای هستش که میخواد سرکوب های جمهوری اسلامی رو محکوم کنه. و جالبه، یک تجربه جالبی من دارم از برلین تا امروز، و اون تجربه اینه که هر جا یک گروهی میرن برنامه میذارن که با جمهوری اسلامی مبارزه بکنن، برخی گروه ها به جای اینکه بگن ما میخواییم با جمهوری اسلامی مبارزه کنیم، با شما هم رأییم، اینا میام مبارزه میکنن با اون گروهی که دارن برای جمهوری اسلامی، علیه جمهوری اسلامی کار میکنن. شما ببینید میگن ما اومدیم اینجا برای تثبیت جمهوری اسلامی، اومدیم اینجا جمهوری اسلامی رو تقویت بکنیم. واقعا این خنده داره، شرم‌آوره، به خاطر اینکه من موقعی که ببینم دوستان اینجا حضور دارن که تو دهه 60 تو این زندان‌ها بودن، 6 سال 7 سال 10 سال شکنجه شدن، سرکوب شدن، الانشون هستن تو این، میتونید ببینیدشون. و اصلا بعضی از این دوستان چپن، مارکسیستن. آخه مثلا این جمهوری اسلامی که زده هزاران نفر از این چپا رو اعدام کرده، شکنجه کرده، سرکوب کرده، بعد ما بیایم بگیم اینا طرفدارای جمهوری اسلامی ان، اون موقع اسم اینم دموکراسیه، اسم این آزادیه، اسم این حقوق بشره.
پس ما برای چی بریم مبارزه میکنیم؟ یه نکته ایرم باز میگم نظر خودمه، ولی به طور قطع میدونم دوستانی که اون بیانیه رو امضا کردن با این موافقن. ببینید، ما استقلال داریم، نه وابسته به جمهوری اسلامی هستیم نه به دولت آمریکا. اینم باید روشن بشه. یه دین نشستن اینجا از دولت آمریکا میگن شما برید ایران رو بمباران بکنید، حکومت تحویل ما بدید. این که اسمش مبارزه نیست. اگر مبارزه میخواد کسی بکنه و تغییر رژیم بده، منم موافقم. بعد بلندش برید تو تهران بجنگه. اینو بهش میگن مبارزه. اگه کسی رفت در تهران وایسا جلوی جمهوری اسلامی، اونجا گفت من الان حاضرم با تو بجنگم، این مبارزه است. ما هم ازش پشتیبانی میکنیم. ولی اینکه شما بشینید تو واشنگتن و لس آنجلس و نمیدونم کجا و کجا هی خواهش میکنین آقای دولت آمریکا، ما شما خواهش میکنیم، تمنا میکنیم امروز برید ایران رو بمباران بکنید و بعد دست ما، آخه چه مبارزه سیاسیه؟ این دشمنی با مردم ایرانه، این دشمنی با ایرانه. این کسی که میگه ایرانو بمباران بکنید، اصلا این میفهمه چی داره میگه. میگه میشه شما برید تمام تأسیسات زیربنایی یک مملکت رو بزنید درب و داغون کنید، پولاشو بزنید، کارخونه رو بزنید داغون بکنید، این میشه مبارزه با دولت جمهوری اسلامی؟ مردم ما میگه تجربه عراقو نداریم، چند صد هزار نفر تو اون کشور کشته شد، اون تحریم اقتصادی هزاران پیرمرد، پیرزن، آدمای سالخورده، بچه‌ها رو نابود کرد. اون عراقی که شما الان می‌بینید این وضعیت گرفتار شده، این مال این جنگ آخری نبود. 10 سال اون کشور معاصره اقتصادی شد، درب داغونش کردن و اون چیزی که ما امروز می‌بینیم محصول اون 10 ساله. و تحریم اقتصادی قطعا جامعه ما رو با همین مصیبت گرفتار می‌کنه. ما کاملا موافقیم با تحریمیم. اگر کسی راست میگه با تحریم موافقه، بیاد بگید به سران جمهوری اسلامی رو به عنوان جنایتکار پرونده براشون تشکیل بدید، کیفرخواست براشون بکنید. و به محض این که یکی از این سردمداران این رژیم اومدش بیرون از کشور، بگید بازداشتش کنید. من دیروز اینجا با این خانم رادیو تلویزیونی که خانم امی گودمن داره و خیلی برنامه مشهور هم دوستان میدونن مصاحبه داشتم. دیروز 2 تا نکته رو بهشون گفتم. گفتم شما ببینید 2 سال پیش در ژنو شورای حقوق بشر سازمان ملل اجلاس داشت. از ایران آقای سعید مرتضوی رفت اونجا نماینده ایران، نماینده حقوق بشر ایران. واقعا این ننگ بود، واقعا این ننگ بود. و الان 2 هفته پیش در قرقیزستان اجلاس حقوق بشر بود، نماینده ایران آقای مصطفی پور محمدی رفته. این کسی هستش که یکی از مسئولین بالای اون رده بالای اعدام‌های تابستان 67 این آقا بوده. شما برید کتاب خاطرات آقای طلعه منتظری رو باز کنید بخونید. آقای منتظری که اعتراض کرد به جلوی این سرکوب‌ها ایستاد و برکنار شد، اونجا نوشته میگه آقا من فشار می‌آوردم نکنید کارو. میگه این آقای محسنی ژیو این آقای پور محمدی اومدن پیش من گفتن آقا شما 2 ماه 1 ماه به ما فرصت بدید، 700 800 تا اینا دیگه بیشتر نمونده، اینا رو بکشیم کار تموم میشه. بعد این میره به عنوان نماینده جمهوری اسلامی به عنوان ایران در شورای حقوق بشر شرکت میکنه. شو این ننگ واقعا، نه برای ما، ننگ برای سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشره. خب یاران، وقت به سرعت گذشت. من میتونم بگم که گرت برداری کردم از این برنامه 3 روزه. بسیار از سخنرانانی بودن که دوست داشتم صحبتهای اونا رو براتون پخش میکردم. حیف که وقت کم است و رادیو هم نیاز به پشتیبانی مالی داره، باید آگهی ها پخش بشه و بعدم برنامه های مشاغل و حرفی ها ساعت 10 و امکان این که برنامه رو امروز کمی بیشتر بکنیم نبود. پوزش خواهی میکنم ازتون. امیدوارم که در فرصت های دیگه بتونم بازم در این زمینه با شما صحبت بکنم و امیدوارم که این گزارش هایی که بر شما پخش کردم بخشی از حال و هوا و فضای نیویورک رو براتون روشن کرده باشه. با سپاس از شما که شنونده برنامه ما هستید، با تشکر از هانیبال کارگردان فنی برنامه و همه کسانی که در گفتگوها و
بحث های امروز نامی ازشون برده شد یا سخنانشون پخش شد، من که برنامه امروز ما رو پر رونق کردند و برنامه ویژه. یادآوری میکنم که امشب ساعت 9 تا 6 بعد از ظهر در UCLA برون پلازا برنامه اتحاد برای ایرانیان 6 تا 9 بله 6 تا 9 معذرت میخوام برقراره و از قرار معلوم در رادیوی 670 من به طور مستقیم پخش خواهد شد و زنده، و بعدم ساعت 10 صبح امروز، یعنی 10 صبح بلافاصله، یعنی چند دقیقه دیگه، کسانی که علاقه‌مندن میتونن رو سایت whereismyvote.fr که نشانی فرانسه است www.whereismyvote.fr برن و آویزان کردن طولانی ترین توماری که به هم دوخته شده و قرار از برج ایفل این آویزون بشه رو میتونن روی اینترنت لایو ببینن whereismyvote.fr. روزتون بخیر و با امید دیدار و گفتگو و صحبت هفته آینده.